شهر رمضان الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته العتيبين الأنجبين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخاتم الأئمة المعصومين صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي يا صاحب الزمان، کجا می گردی جان جهان، جانم به قربان کجا می گردی جان جهان، جانم به قربانت که جان شد از فراقت نیم جان، جانم به قربانت جمالت راز بس می بینم و از بس نمی بینم، می بینم اما نمی شناسم جمالت راز بس می بینم و از بس نمی بینم، نمی دانم نهانی یا عیان، جانم به قربانت کجا دورت بگردم ای چراغ عالم خلقت، بگردم در زمین یا آسمان، جانم
بقربانت، نمیدانم روانی در کدامین سو، ولی دانم روانم گشته دنبالت روان، جانم به قربانت. مولای من، امیر کاروان دل، امیر کاروان دل، اگرچه نیستم قابل، مرا هم ره ببر با کاروان، جانم به قربانت. از آن کوچکترم تا بر سر راه تو بنشینم، از آن کوچکترم تا بر سر راه تو بنشینم، سر راه گدایانم نشان، جانم به قربانت. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدم کالفدا، وعجل الله تعالی لك الفرج. عرائض ما امروز در رابطه با آیات جزء 17 قرآن در سوره انبیاء و بعد سوره حج می باشد. شروع جزء 17 با سوره انبیاء هست و آغاز می شود. خداوند تبارک و تعالی چنانچه از این سوره از اسمش پیداست، تعداد زیادی از انبیاء خودش را در این سوره دربارشون صحبت فرموده، اگرچه به یکی دو کلمه گاهی باشد، اما همون یکی دو کلمه بسیار مطلب درش هست. انشاءالله اگر قرائت کرده اید این جزء را امروز، دوباره مراجعه کنید، و اگر قرائت نکرده اید هنگام قرائت توجه کنید که نام هر پیامبری که می آید خدا چه صفتی رو برای اون پیامبر بیان می کنه. یقینا خداوند تبارک و تعالی یکی از اهدافشان بوده است از اون جایی که انبیا الگوی برای ما انسان‌ها هستند، باید توجه کنیم و صفات اونها رو در حد خودمون به دست بیاوریم. به هر حال این سوره شریفه، سوره انبیا،
چنین شروع میشه، شروع بسیار تکان دهنده ای دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. خداوند چنین بیان می کند، اقترب للناس حسابهم، این دو سوره انبیا و حج در این جزء از جزء 17 قرآن هر دو درباره قیامت خدا مسئله رو شروع میکنه، اونم با شروعی تکان دهنده. میفرماید حساب این مردم، کل ناس رو خدا میفرماد، حسابشون نزدیک شده. یکی از نامهای روز قیامت یوم الحساب. قیامت کی می شود؟ ممکنه کسی بگه که خیلی خوب، حالا تا قیامت فاصله است. اهل بیت می فرمایند قیامت هر کسی با مردن او شروع می شه، لذا حساب رسی از همون وقت شروع می شه. واقعا توانایی داریم برای حساب جواب دادن؟ من نمیخوام صحه کامل بذارم روی یه سری حالا فیلمایی که روی این زمینه درست شده، ولی به هر حال توجه را باید به خودش جلب کنه. حساب کنیم رو مسائل. یه چیزایی که ما حسابش اینجا مثبت میدیم، اون طرف میبینیم هیچی پامون حساب نمیشه. واقعا کار سخته. خدا میفرماد اقترب للناس حسابهم، خیلی نزدیک شده به مردم جریان حساب رسی اونها، اما و هم فی غفلت معرضون، اینا در حال غفلتند و روی می گردانند. اینجا شاید دقیق تر اگر بخوایم معنا کنیم این آیه رو، این قسمتش رو، ممکنه یک کسانی بگوین خیلی خوب، یه نفر که غافله چی کار کنه؟ دست خودش که نیست، حواسش نیست. مثل یه نفر که حواسش نیست و یه کاری رو انجام داده، زیاد نباید توبیخش کرد. اولا این نیست که هر غافلی رو نباید توبیخ کرد، یا به عبارتی نباید تاوان خلاف در حال غفلتش رو بده. مثال، آقا یه کسی دم چهار راهی ایستاده است، این چهار راه هم یه مقدار شیب داره، چراغ قرمزه، پاشم رو ترمزه، شما هم تو ماشین جلویی هستی، این غفلتن پاشا از رو ترمز بر میداره، ماشینش میخوره به ماشین شما، آسیب میبیند، میاد پایین میگه آقا من حواسم نبود. شما بگون خیلی خوب، چون حواست نبود 300-400 هزار تومن به من ضرر زدی، برو. میشه همچی چیزی؟ میگم بی خود حواست نبود. حواسم نبود دلیل بر نمیشود که تو نباید اینجا جریمه این کارت رو بدی. حواسم نبود یه نردبانی داشتم میبردم مثلا جایی، زدم تو شیشه مغازه، تو گردوندن حواسم نبود، شیشه شکست.
خب باید پولشو بدن. خداوند میفرماد حتی از غفلت شما، این نوع غفلت نیست، غفلت هایی که رو برمیگردونید. شما اون وقتی که خدا به ما میفرماد، شما اون وقتی که میایی خطا کنی، توی انسان یه لحظه اگر هست حس میکنی یه کسی داره بات حرف میزند، آبد میگه اشتباس این کاری که میخوای انجام بدی. اما شما معرضون رودونه برمیگرم، برو بابا من نه حواسمون نبود. خدا میفرماد دستی خودتون را غافل میکنید، خودتون را به غفلت میزنید، یا کارهایی میکنید که بعد اون کارها موجب غفلت دائمی شما بشه. بازم این غفلت هم ریشش از خود شماست، مثل خوراک حرام. نزدیک شده حساب مردم و مردم از این نزدیک شدن حساب غافلن. میرم تو آینه میبینم امروز داشتم شونه میزدم، دیدم چند تا تار موی سفید این طرف صورت من ظاهر شده، فوری بدوم برم رنگش کنم که وقت پیدا نباشد. و نه ما که الحمدلله رب العالمین جوونیم. یا مالی فلان وقتی بوده که هرس خوردم، من این هرس شدیدی خوردم سر یه قضیه، این چند تا تار سفید مال اونجاست. چند تامون توجیه های این طوری میکنیم و چند نفرمون میگیم بله باید برم یه سری به شناسنامه بزنم. چرا همشو میخوام بذارم رو موارد دیگر، با چیز دیگری توجیه کنم؟ این همین موردی که خدا میفرماد اینا حالت غفلت دارن، اونم غفلتی که دست خودشونه، خودشونه میخوان بزنن به یه رای دیگه. این همه عبارتی که در لسان خودمون میاریم، خودش هم میخواد بزنه به راه دیگری. نه بذارم همشا پا پیری و دنبال پیری که دیگه پس بسه یه سری کارا. همون طور که تو خوراک باید دیگه از این به بعد ملاحظه کنم، تو حرف زدنم هم ملاحظه کنم، تو گوش دادنم هم ملاحظه کنم، تو نگاهم هم ملاحظه کنم، تو معاملاتم هم ملاحظه کنم. دیگه سن من گذشته از این که بخوام رو بی حواسی یه سری کارا رو انجام بدم، رو این که دلم میخواد. کسی که قند گرفت عاقلانه نیست حالا که ایام زول بیابامی است گذاشتن جلوش بگه دلم میخواد شروع کنه به خوردن، عاقلانه نیست این کار. خدا میفرماد مواظب باشید، نزدیک شده قیامت شما، اونم چه قیامت هایی. عرض میکنم بعضی صحنه ها را جلو چش آدم تا میسازن که طرف با هزار امید و آرزو، حالا یعنی خوب آدمی بوده میخواسته بره وصیت کند، حالا اومده بره وصیت کنه نشد، میگه میرم و بر میگردم، حالا امشب که میهمان دارم من برای افطار، نمیدونه هنگامی که باید سر میز افطاری یا سفره افطاری نشسته باشد، تو اون ساعت که یه نیم ساعت دیگه هم بیشتر نیست رو تخت بیمارستان است و دکتر اعلام مرگ مغزی برای این آقا می کند. و هم فی غفلت معرضون اقترب للناس حسابهم، خیلی نزدیکه. حسابی است که نمیشه امروز و فردا دیگه براش کرد. پناه بر خدا. بعد خدا میفرماد هیچ یادی، هیچ آیه‌ای، هیچ تذکری برای اینا نیست، این آدمای این چنینی، مگر اینکه وقتی میشنون و هم یلعبون، به بازی میگیرن. خیلی خوب قیامتمون هم یه کاری براش میکنی، به بازی میگیرن.
مرد 40 ساله به بالا، چون لعب را خدا بر از سن 8 تا 16 سال تو قرآن می آورد. این سن لعبه، بازی گوشی و این طرف و اون طرف رفتن و این حرفا. خدا می فرماد اینا تا آخر عمرشون همین حال را دارن، در حال لعبن، همه چیز را به بازی می گیرن. اما دیگه اون وقتی که چشم را باز کند ببینه نمیتونه به طرف چپ بتابه نه راست بتابد، سرش رو میار بیاد بالا، میخورد به یه سنگ. وقتی یادش میاد که از هنگام جوونیش بهش میگفتن که این آقا حرف زدنی باش فایده نداره، سرش باید بخورد به سنگ لحد تا بفهمه که نه، یه چیزایی بود، همه چیز هم نمیشد به بازی گرفت، همه چیز هم نمیشد به شوخی گرفت. بعضی شوخی هم یه هم میگیره. عرض کردم حاج امون یه ما حضرت آیت الله آیه حاج آقا حسن امامی، ایشون میفرمودن که یه آدمی بود خیلی شوخ، بیش از حد شوخ و بذل‌گو. یه بار توی جمعی گفته بود ما هم مردیم، همین شد آخرین کلمه یه او. شوخی کرد، خدا هم جدی گرفت، تموم شد، مرد با همین کلمه، مرد. میدونست این آقا یه لحظه دیگر با حرفی خودش حسابرسی شروع میشه با قیامتش. همه چیز رو خدا میفرماد به بازی میگیرن. لاهیتن قلوبهم، قلوبشون یه حالته بدون اینکه چیزی توش باشه، یعنی از فکر، حالت لهو و بیخبری، این حالت رو داره. نمیشه تا آخر عمر چنین بود، چون حسابرسی سخته. الله بعد خدا این آیه 1 و 2 و 3 بود که خیلی اشارتاً عرض کردم. در آیه 23 سوره انبیا حقیقتاً هر کدام این آیات باید بیش از این حرفا که ما حالا همینطور در حد معنا داریم میگیم روش حرف بزنیم، فکر کنیم، اما مجبوریم بگذاریم. یکی از موارد مهم در امور اعتقادی ما، برای هممون هم گاهی پیش میاد، از خدا سوال میکنیم، پیش خودمونو با خدا شروع میکنیم صحبت کردن. بیشترم مال وقتیه که مشکل برای ما به وجود میاد. وقتی خدا، دقت بفرمایید تو این قسمت، خداوند آیه را این چنین بیان میفرماید، آیه 23 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خدا مورد سوال کسی واقع نمیشه، یعنی کسی حق نداره از خدا سوال کنه. خدا حاکم مطلقه، خدا حکیم واقعی است. اگر من اعتقاد دارم خدا حکیمه، یعنی تمام کاراش رو حساب و کتابه و او سلطه بر من دارد، همه کاری منه، من حق سوال از او ندارم. بگو جبره، جبره، قدرت دارد، ظلمم نمی کنه، کارشم رو حسابه، پس من حق سوال ندارم. می فرماد بلکه مردمن که مورد سوال واقع میشن. اقترب للناس تو آیه اول، تو این آیه 23 می فرماد مردمن که مورد سوال واقع میشوند. حالا تو زندگی خودمونو حرف که میخواستم بزنم، تو مشکلاتی که پیش میاد ما شروع میکنیم با خدا حرف زدن، میخوایم ببینیم چقدر خدا مظلومه، با خدای چرا من سرم درد گرفت، چرا اینجا مالمو خوردن، این چرا چرا با
بر همچی موارد میاد، به کی ایراد میگیریم؟ به خدا. تا یه نعمتی خدا به ما میدهد، چند تامون میگم خدای من که لایق نیستم، چرا این نعمت به من دادی؟ کجا چی کار کرده بودم؟ اینطور سوال میکنیم، خودمون شرمنده میبینیم، یه همچی از این خجالت هایی که گاهی وقت داجم خجالت میکشه ده، زمنن هم سینش رو صاف میکنه ده، از اون نوع خجالت هاست. خدایا دستت درد نکنه، حتما یه جایی یه کاری کرده بودم که حالا شما لطف کردی. یعنی خودمون را زی حق میدانی. تا یه مکروهی به ما میرسد و یه ناراحتی، خدایا چرا؟ خدا میفرماد از من شما حق سوال کردن ندارید، شما هستید که بعد از اون سوال بشود. در قیامت هم چنین است. لذا یه ادر خدا مهر به دهانشون میزنه که دیگه نتونن حرف بزنن، لا یتکلمون، اصلا نمیتونن حرف بزنن، فقط بنات جواب بدن، حق سوال کردن نداره. اینم از این آیه. یه مقدار بریم تو فکر. در آیه 26 تا 28 خداوند ظاهر آیات رو درباره ملائکه بیان میکنه، اما از اون جایی که این آیات در ادامه آیات حضرت عیسی علیه السلام هست و طبق روایاتی که داریم درباره انبیاء علیه السلام، حالا عرض میکنم موردش مورد اعتقادی مهمی است و درس بر ما به صورت بسیار بسیار مهم، مخصوصا مظهر اصلی این آیات اهل البیت علیهم السلام طبق روایات. خداوند چنین می‌فرماید: و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خدا می فرماد بعضی اینا را آمدن پسران خدا، بچه خدا گرفتن. پاک و منزه از خدا از اینکه بچه ای داشته باشه. مسیحی‌ها اومدن گفتن مسیح پسر خداست. می‌فرماد خدا پاکمون از زهست از این که بچه‌ای داشته باشد. اما از بس خوبی دیدن در او، کاری ندارم شروعش اون کسی که شروع کرد و گفت مسیح پسر خداست از رو حق بازی بود، ولی بقیه ای که قبول کردن از بس خوبی دیده بودن از مسیح. خدا می‌فرماد بله مسیح خیلی خوب، ولی بچه خدا نیست. پیامبران و اولیاء دیگر اینا فرزندان خدا نیستن. عرض کردم ظاهر آیات درباره ملائکه معنا می شود، اما با اشاره، یعنی طبق نظر بعضی از مفسرین، طبق نظر بعضی دیگر با آیات قبلش میشه مال حضرت عیسی و دیگر پیامبران. خداوند می فرماد اینا عباد مکرم منند، پیامبران و اوصیاء اونها. اینا کسانی هن که از جانب من اکرام شدن به خاطر یک سری صفات بسیار خوبی که خدا در اونها سراغ داشت. لا یسبقونه بالقول، اینا هیچ وقت پیشی بر خدا نمیگیرن، همیشه صبر میکنن تا ببینن خدا چی میفرماد. اینا تکرار میکنن و عمل میکنن، پیشی بر خدا نمیگیرن. این یک صفت. و هم به امرهی یعملون، وقتی امر خدا آمد 100% و دقیق عمل میکنن. سخت باشد یا آسان، فعلا ظاهرش به ضررشون باشد یا به نفع، عمل میکنن.
میگن ما مأموریم به دستور خدا عمل کنیم، هر چه میخواهد بشود، حتی بلغ ما بلغ، به هر کجای میخواد برسه. خدا فرموده چشم. کسی که میخواد پیرو انبیا باشد به صورت واقعی چنین باید باشد. اصحاب خاص اهل بیت سلمان و ابوذر مقداد چنین بودند. اصحاب خاص حضرت بقیت الله علیه السلام چنین هستند. در ادامه البته نهایت این مسائل مال 14 معصوم علیهم السلامه، یعنی اونقدر مطیع عجیب و غریب خدا بدون هیچ لحظه تردید، شک و غیره و سستی و دیگر چیزها، تو مراتب پایین ترش مال اصحاب خاص اهل بیته. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا اگر به اینا چیزی داده چون میداند گذشته و آینده اینها را، که اینا معصومن، اینا هرگز گناه نمی کنن، لذا به مقامی رسیدن که میتونن شفاعت کنن، اما شفاعتشون حتما به اذن خداونده. شفاعت چیزی نیست به عنوان یک پارتی بازی، این تهمتی که به شیعه میزنن، نه، شفاعت تبصره ایست بر قانون حساب و کتاب خدا. چنانچه الان شما باید برید مالیات بدید، اما از مدتی قبل اعلام میکنن تا فلان تاریخ هر کس آمد تخفیف بهش میدیم. پس قانون که این درصد مالیات قانون اصلی است، این که تا فلان تاریخ اگر آمدی ما تخفیف میدیم، این میشه تبصره. خدا هم قانونش تبصره دارد، مثل خیلی چیزای دیگه. به ما فرموده از روزه بگیر، تو همین قرآن، تو همین قرآن هم یه تبصره بهش میزنه، اگر رفتی مسافرت نمیخواد روزه بگیری، مثل بقیه موارد. این موردش هم همینطور، هر کس باید سزای عمل بد خودش را ببیند الا تبصره میزنه خدا. ممکنه کسی در کنار این کار بد یه کار خیری هم داشته باشد، براش کم و وجه میکنیم، یه کاری کرده باشد که یه عده‌ای آبرومن بتونن برای این آدم شفاعت کنن به خاطر یه برنامه خوبی که داشته. لذا خدا نمیفرماد مطلق شفاعت میکنن، میفرماد هر کسم من راضی باشم. خدا از کی راضیه؟ یه سری افرادی خدا تو قرآن و بعد تو روایات به لسان اهل بیت علیهم السلام بیان کرده که من از این گروه ها راضیم. اما حالا راضیم یعنی همه کارش درسته؟ نه، یه سری کارایی هم به هر حال انسان خطاهایی داشته است، اما چون اون رضایت کلی ازش هست، لذا من اجازه شفاعت برای این آدم میدهم. پس شفاعت ما داریم طبق فرموده قرآن، پارتی بازی هم نیست، رو حساب و کتاب خود خداست، اذن شفاعتم خود خدا باید بده. تو خودمون هم این مسئله هست، یه نفر میاد به ما مراجعه میکنه میگه مگه آقای فلانی بگن، خیلی خوب مشکلی نداره، طرف میتونه برگرده بگه که چرا آقای فلانی بگن، خب خودت عمل کن دیگه. میگم ده نه، ایشون باید واسطه بشه، ایشون باید از آبروشون مایه بگذرن، من به خاطر ایشونه که این کارو دارم میکنم، نمیتونی قطع رابطه با اون بکنی بعد بگوی من کارو ده حل کنم. نسبت به خدا و برنامه اهل بیت ما هم همینطوره. خدا میفرماد ارتباط داری با اهل بیت، من کارو ده حل میکنم، چون خودم گفتم ارتباط داشته باش. اگه میخوای جزو این تبصره وارد بشوی که شفاعت بشوی، باید ولایت اهل بیت رو قبول کنی. قبول نکردی شفاعت من، شفاعت کسی شامل حالت نمی شود، اصلا من اجازه شفاعت به کسی نمیدم. بعد خدا می فرماد از صفات اهل بیت و هم من خشیتهی مشفقون، این بزرگواران یه حالت خشیتی درشون هست، یه حالت ترس با احترام. ترس با احترام فرق داره با وحشت، وحشتی که چیز اون چیز خطرناک باشه. خدا موجود خطرناکی نیست، اما اون کسی که معرفت دارد به این خدا،
از بس عظمت دارد این خدا، یه حالت هیبت از خدا در دل او میاد، هیبتی که موجب میشود این آدم احترام بگذاره. اهل بیت چیان این حالتی رو دارن و مشفقون، این ترسشون یه حالت ترس با مسئول از مسئولیته که این خدا یه سری مسئولیت های گردن من گذاشته، نکنه یه جایش من کم بیارم. چند درصد ما این حالت رو داریم؟ آیا ما از کسانی هستیم که هر کاری میکنیم از خودمون راضیم؟ حالا خدا میخواد راضی باشد میخواد نباشه، یا حتی پلن بالا تر میگذاریم؟ خودمون که راضیم، خدا دیگه یقینا راضیه، یا نه هر کاری میام بکنیم کارمون رو انجام میدیم، افراط و تفریط هم نمی کنیم، رو مرز خدا داریم پیش میریم، ولی بازم از بزرگی او و از محبتی که به او داریم دلمون میخواد دقیق اونی که اون گفته عمل کنیم، یه حالت همچنین مسئولیتی در خودمون حس کنیم. آیا این چنینیم؟ به اندازه ای که این چنینیم به اهل بیت نزدیکیم، چون اونا 100% این طور بودن. اینم این آیات که حالا در روایات ما هست که تأویلش امام باقر علیه السلام وقتی آیه بل عبادون مکرمون رو خوندند، شروع این مطالب حضرت اشاره به سینه خودشون فرمودن که عباد مکرم الهی، که حالا اون حرف رو خدا بعد دربارشون زد، ما ایم، که میرسه به مقام شفاعت و ترس از مسئولیت و غیره. تو زیارت شریف جامعه، همون اوائل زیارت، السلام علی الدعات الالله، تا میرسیم زیارت جامعه از صحیح و سندترین زیارات ماست، تا میرسیم به اینجا و المظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اهل بیت این چنین صفاتی دارن. اگه به ما میگن زیارت جامعه بخون، برای اینکه بدونیم اونا چگونه ان، ما تو همون مسیر قدم برداریم. و اما آیه 47، خداوند دوباره درباره قیامت و حساب رسی صحبت میکند. این بار چندمه؟ حالا تو این آیات که ما انتخاب کردیم، سوم، تو سوره انبیاء. و نضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خدا می فرماید اولا روز قیامت ما میزانهای عدالت خودمون را قرار میدیم. میزانهای عدالت خدا چیست؟ ترازو میذارن؟ میکشن چیزی رو؟ اهل بیت می فرمان نوع الموازین، اون موازین امام صادق می فرمان، موازین قسط خدا انبیا و اوصیا ان، هر حجتی بر مردم زمان خودش می ایسته، اعمال مردم را به اعمال او می سنجن. تا چه اندازه شبیه اعمال امام زمان هست اعمال من؟ خیلی کار سخته، خیلی کار سخته. خدا ارحم و راحمینه، ولی کار سخته. فلا تظلم نفسون شیئا، خدا می فرماد فکر نکن سر سوزنی به شما ظلم می شود. و این کانم اثقال حبت من خردل، اگر شما به اندازه اون گیاهی که مردم بهش میگن خردل و یه دانه سیاهی دارد که اصلا شما انسانها براش وزنی فکر نمی کنید، بدون میگن این چقدر وزنش، نمی دانید. از بس کوچکه، از بس هیچی جایی حسابش نمی کنید،
اما خدا حساب میکند. اتینا بها روش حساب میکنیم و کفا بنا حاسبین، بس است برای اینکه من خدا محاسبه گر باشم. خدا چی را حساب میکنه؟ اعمال را. فکر میکنیم ما حالا اعمال خوبمون سر جای خود، همون عمل خوبم هم مثال میزنم، یکی از اعمال خوبی که ظاهرش کوچیکه، بلکه ظاهرش اصلا به حساب ما نمیاد. نگاه، ما چقدر رو حساب میکنیم رو نگاهمون. اگه به من گفتن امشب بشین حساب رسی کن که چه نگاه هایی داشته ای، بله نگاه حلال و حرام هم میگم، اما نگاه رأفت و غضبم را روش حساب نمی کنم. روش حساب میکنیم اگه به ما گفتن بشین صبح تا لاده بنویس چی کار کردی، می نویسم فلان جا یه نگاه غضب آلود کردم، یا اونجا به رفیقم یا به پدر و مادرم یه نگاه ترحم آمیز کردم، یا نه رو نفسام که گاهی اوقات نفسم رو یهو بلند میکشم. پدر یا مادرم به من گفتن فلان کار انجام بده، اون وقتی که گفتم چش دویدم برم انجام بدم، و اون وقتی که گفتم چش فقط یخته این فتحه چشما کشیدم. من روش حساب نمی کنم، خدا روش حساب میکنم. اینا حقیقت است، اینا شوخی بردار نیست. کفا بنا حاسبین، خدا میفرماید اگر بناس حساب رس من باشم وقت بلدم حساب کنم. خدا جای دیگر میفرماید وزن اتم، اصلا روش حساب ما باز نمی کنیم. اتم اصلا چی هست؟ و کوچکتر از اتم، یعنی وزن هسته اتم را خدا رو اون حساب میکنه. تو روایات و دعاها خدا وزن سایه را میدونه. بعدی 1400 سال حالا ثابت کردن سایه وزن داره، چون مادیه، چون شما داری میبینی، چون میبینی ماده است، تا ماده شد وزن دارد. یه قانون خیلی ساده، زود منکر نشیم. ای سایه، من دستم اینطوری گرفتم سایه افتاد اینجا، وزن داره؟ بله. دلیل داری میبینی یا نمیبینی؟ بله میبینم. دیدن تو نشانه یه مادی بودنشه، تا مادی شد وزن داره. خدا این طور حساب رسه، سخت میگیره با، مخصوصا وقتی حجت بر ما تمام شه. پناه بر خدا. در آیات در آیه 73 از این سوره خدا درباره اهل بیت با صحبت میکنه و کارهای اونها. آیات زیادی درباره اهل بیت تو سوره انبیا داریم، من مجبور شدم این سریشو بگذرم، همچنین تو سوره حج. انشالله دقت بفرمایید کاملا مشخص میشه براتون. تو سوره انبیاء آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا واوحینا الیهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزکات وكانوا لنا عابدین. اهل بیت ائمه و پیشوایانی هستند که ما اونا را قرار دادیم مردم را به امر ما هدایت میکنن، نه به خودشون، هر چه خدا گفته. حواسمون باشه به طرف چه کسی دعوت میشویم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به اونا فعل خیرات را وحی میکنیم، لذا هر لحظه کاری اینا میکنن فعلشون فعل خیراته. اینجا دارم میخوام مطلبی رو عرض کنم و اشاره میکنم و رد میشم، هر کس گرفت گرفت، حواست جمع باشه. برای خود من با این که معتقد بودم، ولی دلیل آیه و رواییش
برام تازگی داشت. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به اونا یاد میدیم، وحی میکنیم. کسی نگه که حالا یه سنی حرفا من نمیشونه بگید بله ائمهشون هم گفتن مثل پیغمبر بهشون وحی میشه. ما کی گفتیم مثل پیغمبر؟ مثلشو من کی گفتم؟ من گفتم وحی میشود. حالا میگم همونطور که خدا کلمه وحی را برای مادر حضرت موسی تو قرآن آورده، به اونم وحی شد. چه نوع وحی؟ وحی انواع و اقسامی دارد. یکی از انواع اقسامش مال اهل بیتی که حالا تو روایتش هم این خانم که عرض کردم برای من تازگی داشت. و اقام الصلات، نماز را به پای میدارن، که جا بحث داره با این که بارها شنیده ایم. خیلی خوب نماز میخونن؟ هر کس نماز خون نماز را به پای داشته است؟ نه. نماز وقتی با تمام شرایط ظاهری و واقعیش عمل شود، اون وقت است که نماز به پای داشتن درست تحقق پیدا می کند. و ایتاء الزکات، و کانوا لنا عابدین، امور مالیشون رو انجام میدن و اینا فقط و فقط مرا میپرستن و بس. ذیل این آیه شریفه امام باقر علیه السلام میفرمان منظور از ائمه‌ای که خدا فعل خیرات را به اونا وحی میکند، یعنی الائمه من ولد فاطمه، ائمه از ولد فاطمه. اینجا من کار دارم. چرا امام باقر اگه فرموده بودن ائمه مثل خیلی روایات، چرا ائمه من ولد فاطمه روش حسابه؟ بعد میفرمان یوحی الیهم به روح، خدا توسط روح به اینها وحی میکند. نام این که این روح کیست تو روایات دیگر هست، تو همین روایت هم بهش اشاره شد. کیست که به اهل بیت دستور میدهد چه کنن از جانب خدا؟ من ولد فاطمه. همینطوری اسم حضرت زهرا اینجا نیامده. اشاره میکنم فاطمه تو حجتون علینا. چی تو میشد حضرت زهرا حجت بر امام زمان باشن و دیگر اولاد بزرگوارشون؟ دستور دهنده از جانب خداوند به این بزرگواران مادرشون حضرت صدیقه کبران. تو این سه شب احیا بدونید باید با کی چگونه رابطه داشته باشید و با چه کسی دامن چه کسی باید بگیرید. امام زمان علیه السلام تا میخوان امضا کنن مقدرات را، دستورش از جانب کی باید بیاد تا امضا کنه؟ خیلی حساب کتاب دقیقه و خیلی حرف اینجا هست. میگذرم. آیات 74 و 75 درباره حضرت لوط علیه السلام. ولوطا آتیناه حکما وعلما ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. خداوند میفرماد این حضرت لوط و اطرافیانشون واقع شده بودن بین یه عده انسان‌هایی که خبائث را انجام میدادن ولی سالم موندن. میشه بین بد و خوب بود تا خدا نجات بده ما را. آیه 87 و 89 درباره حضرت یونس و ذکر شریفه یونسیه.
و ذن نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نه فقط یونس هر کس این ذکر را بگوید هنگامی که مشکل براش ایجاد میشه و میفهمه با حواس جمعی که لا اله الا الله انت سبحانک تو پاک و منزهی تو ظلم به کسی نمی کنی اگه مشکل پیش آمده انی کنتو من الظالمین من اشتباه کردم خدا میفرماد اگر کسی به این نقطه رسید فوراً من اجابت میکنم نفکر کنی فقط یونس و کذالک انجل مؤمنین هر مؤمنی این برنامه رو داشته باشه نجاتش میدم تا دید مشکل ایجاد شد بگید خدای از من اشتباه بود سرشو بگذاره به سجده لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین که 300 مرتبه ظاهراً ختم این ذکر تعدادش هست و اما آیه 105 الی 107 درباره ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام است و اینکه خدا می‌فرماد ما حکومت را به این بزرگوار خواهیم داد می‌گذرم فقط اشاره کردم که بعد می‌فرماید ما پیامبر را رحمتن للعالمین قرار دادیم این کلمه رحمتن للعالمین این صفت برای دو نفر تو 14 معصوم ذکر شده نمیگم برای بقیه نیست اما برای دو نفرشون ذکر شده برای رسول الله و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین و برای حضرت بقیت الله علیه السلام و اما سوره حج خدا درباره این شروع این سوره که حالا قسمت دیگری از جزو 17 است دوباره درباره قیامت و آثار قیامت صحبت می‌فرماید تو آیه 11 درباره کسانی که ایمانشون ضعیفه و به راحتی ایمان از دست میدن تا مشکلی براشون به وجود میآید صحبت می‌کند و در آیه 38 از این سوره چنین می‌فرماید إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور هر کسی ایمان بیاورد و ایمان واقعی داشته باشد خدا می فرماد من دفاع می کنم از او خدا می فرماد تو ایمان دو حفظ کن من از دفاع می کنم فقط تو ایمان دو حفظ کن حواس جمع ایمانت بکن با تقوا ایمانت از دست مواظب باش نگهداری و از دست ندی هر کس به تو خیانت کرد هر کس نسبت به تو کفران کرد و کار خوبی کردی با براش جزای بد به تو داد من دفاع می کنم از تو حسین حسین